کشورهای عضو و همچنین از شورای اروپا میخواهم که با اقدامات مؤثر و لازم الاجرا این فاشیسم دینی حاکم بر ایران رو وادار کنند که زندانیان قیام رو هرچه سریعتر آزاد کنه، آزادی بیان و اجتماعات تضمین بشه، به سرکوب زنان پایان داده بشه و حجاب اجباری لغو بشه. من امروز در اجلاس فراکسیون‌های احزاب مردم اروپا، یعنی لیبرال دموکرات‌های اروپا و اتحاد چپ اروپا و احزاب مردم اروپا، آخرین تحولات قیام مردم ایران علیه فاشیسم دینی رو مورد بحث قرار دادم. این قیام نشون داد که جامعه ایران یک جامعه انفجاریه و اعتراضات در سراسر کشور ادامه داره. بحران سراپای رژیم رو فرا گرفته و فساد جزء تفکیک ناپذیر این رژیم شده. در همین دو سه هفته ارز رسمی کشور یک دفعه 15% افت داشته و باید گفت که در واقع با سقوط آزاد مواجه شده. این قیام پایانی بود بر نمایش اصلاح طلبی رژیم و سیاست مماشات در سطح بین المللی باید متوقف بشه. باید گفت که رژیم وارد فاز پایانی خود شده. اوضاع هرگز به قبل از قیام هفته دی بر نمی گرده و مردم ایران تا سرنگونی این رژیم این قیام رو ادامه خواهند داد. در جریان این قیام تا به حال ده ها تن توسط سپاه پاسداران به شهادت رسیدند، بیش از 8000 تن دستگیر شدند. من اینجا عکس 30 تن از این بهترین فرزندان مردم ایران که به دست پاسداران خمینی به شهادت رسیدند رو دارم و همچنین شمار زیادی زیر شکنجه به شهادت رسیدند که اینجا عکس 10 تن از اونها رو من که به دستم رسیده دارم. البته با دجالگری تمام رژیم اعلام کرده اونها خودکشی کردن. عده‌ای مفقود شدن و باید گفت که اینها، یعنی این جنایات، مصادیق بارز جنایت علیه بشریته. اما متاسفانه اروپا در مقابل همه اینها سکوت پیشه کرده و این سکوت و بیعملی غیر قابل قبوله. بنابراین من از کشورهای عضو و همچنین از شورای اروپا میخواهم که با اقدامات مؤثر و لازم الاجرا این فاشیسم دینی حاکم بر ایران رو وادار کنند که زندانیان قیام رو هرچه سریعتر آزاد کنه، آزادی بیان و اجتماعات تضمین بشه، به سرکوب زنان پایان داده بشه و حجاب اجباری لغو بشه. فکر میکنم که 39 سال خونریزی و جنایت و تبعیض و سرکوب علیه زنان و خفقان و سانسور دیگر کافی است و باید متوقف شود و جامعه جهانی باید در مقابل این همه بی‌عدالتی سکوت و بی‌عملی رو کنار بگذاره و رژیم ایران باید بفهمه که نمیتونه تظاهر کنندگان رو به گلوله ببنده، اونها رو به زندان ببره، اونها رو زیر شکنجه به شهادت برسونه و هیچ بهایی برای اون نپردازه و باید کشورهای اروپایی کار کنن که قیمت این کار برای این رژیم سنگین باشه و شورای اروپا و اتحادیه اروپا و همچنین کشورهای عضو باید در طرف مردم ایران قرار بگیرن و نه در طرف فاشیسم دینی. از کمیسر عالی حقوق بشر میخواهم که یک هیئت بین المللی برای تحقیق پیرامون شهدای قیام اخیر و همچنین زندانیان و مفقود شدگان تشکیل بده. این کمیسیون باید تحقیق کنه در مورد زندانیان و به ویژه کشته شدگان زیر شکنجه. اما میخواهم اینجا خاطر نشان کنم که این قیام نشان داد که این رژیم نه مشروعیت دارد و نه آینده. سرمایه‌گذاری روی این رژیم محکوم به شکست است.
هر گونه رابطه سیاسی و اقتصادی با این رژیم باید متوقف شود و حاکمان ایران به خاطر ده‌ها سال جنایت، اون هم جنایت علیه بشریت، باید مورد تحریم‌های همه جانبه قرار بگیرند. همه می‌دونن که اقتصاد ایران در بیت خامنه‌ای و در دست سردمداران اون هست و عمده اقتصاد ایران در رابطه با مناسبات و ارتباطات با سپاه پاسدارانه. بنابراین تجارت با این رژیم یعنی سوخت رساندن به ماشین کشتار و صدور تروریسم و بنیادگرای این رژیم به تمام کشورهای منطقه. پس باید رابطه با این رژیم متوقف بشه، به خصوص روابط اقتصادی و سیاسی. هر کس که صلح و امنیت در کل جهان میخواد و آرامش در منطقه خاورمیانه باید نسبت به این قیام، یعنی قیام مردم ایران علیه تمام جناح‌های رژیم، واکنش جدی داشته باشد. اینجا من میخوام نقشه ایران رو که روی اون 142 شهر علامت گذاری شده نشون بدم. قبل از هر چیز این نقشه نشون میده که قیامی که به سرعت در 142 شهر منتشر شد و ادامه داشت، خب قبل از هر چیز یک قیام سازمان یافته و همچنین قیامی است که ریشه در جامعه ایران، مردم ایران و جامعه‌ای که عمیقا رنج میبره از جنایات و بی‌عدالتی‌های این رژیم، اون هم در کشوری که بسیار ثروتمنده ولی مردم ایران در فقر و گرسنگی شرایط انفجاری و بحرانی دارند. اما میخوام بگم که قطعا مردم و مقاومت ایران میتوانند در ادامه این قیام ها و اعتراض ها این رژیم را سرنگون کنند و اون روز، روز آزادی مردم ایران، مردم منطقه و روز صلح و امنیت برای کل دنیاست. امیدوارم که همه کشورهای منطقه هرچه سریعتر از شر جنایات این رژیم خلاص و رها شوند.